الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا صدق الله العظيم. خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز، خواهر و برادر، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. خداوند قادر و منان را متشکر و سپاسگزاریم از اینکه بار دیگر عمر را برای من و شما ارزانی فرمود و توفیق و عنایت فرمود تا لحظاتی را در کنار کتاب الله و سنت رسول صلی الله علیه و سلم قرار داشته باشیم. امیدوارم که خداوند همه گناهان من را مورد عفو و بخشش خیش قرار بدهد و از سر تقصیرات همه ما درگذرد و در روز قیامت در میدان محشر ما را از شفاعت سرور و سالار انبیا محروم نگرداند. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران عزیز، خوشبختانه و توفیق خداوند تبارک و تعالی رسیدیم در سلسله درس های زن در آینه اسلام در قسمت 28. درس امروزی ما و یا بحث امروزی ما موضوعی است که در طول این مدت، یعنی در قسمت های گذشته این درس، به این موضوع نپرداختیم. درس امروزی ما حقوق و جایگاه مادر در اسلام هست، چون مادر هم زن هست، بنابراین حقوق و جایگاه مشخصی دارد در اسلام عزیز. ببینید دین مبین اسلام چقدر برای پدر و مادر اجر گذاشته و جایگاه و مقام والای تعیین نموده برای اونها، در حالی که اگر شما نظر بیندازید در غیر از اسلام عزیز، در اونجا شما خواهید دید که پدر و مادر وقتی در سن بزرگی و کهولت میرسن، اونها را در سالمندان تحویل میدن، یعنی حاضر نیست کسی خدمت اونها را به طوری که اسلام عزیز دستور داده برای فرزندان که خدمت والدین انجام بدن، حاضر نیستن اونها چنین خدماتی برای پدر و مادرشان عرضه بدارن. یعنی تمام حقوق و جایگاه هم در را اونها فقط اختصاص دادن روزی را به نام روز مادر، که فقط در اون روز یک دسته گل میگیرن و استقبال اونها میروند. ولی اسلام عزیز همیشه تأکید کرده، چی در جوانی پدر و مادر، چی در سن بزرگی و پیری پدر و مادر، تا وقتی که زندن، در همه حال باید فرزندان تلاش بکنن که احسان اینها را مد نظر بگیرن. به لحاظ الله تبارک و تعالی در کتاب مقدس خیش بعد از حق خود، خداوند تبارک و تعالی دومین حقی را که تأکید کرده، به دومین فردی را که تأکید کرده که ازش اطاعت بشود و احسان در حقش بشود، اون والدین هست. اگر نگاه در قرآن بیندازید، هر جا که خداوند قضیه خودش را مطرح می کند، پشت سرش متصل قضیه والدین هست. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. الله را عبادت کنید، برش هیچ چیزی را شریک نسازید
نه در طاعت به عبادتش، نه در اسما و صفاتش و نه در ذاتش. و بعد از خداوند برای پدر و مادر احسان بنمایید. طوری که در درس های گذشته تذکر دادیم، جایگاه مادر نسبت به جایگاه پدر در اسلام عزیز بیشتر تأکید شده، چون بیشترین رنج و مشقت متوجه مادر هست. به اول لحاظ اسلام تأکید کرده در مورد حق مادر. به جایی می رسد این قضیه که حتی یک فیصله الهی است، یعنی خداوند در جای قضاوت کرده در مورد پدر و مادر. همیش وقت قضیه خودش را مطرح کرده، عبادت به بندگی برای خودش، پشت سرش قضیه پدر و مادر را مطرح کرده. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا. پروردگارت فیصله نموده است، قضاوت کرد خداوند که جز الله سر در برابر هیچ کسی دیگری پایین نکنید، یعنی غیر از خدا کسی را دیگه پرستش نکنید، به عنوان خالقتان قبول نکنید. و بالوالدین احسانا، و برای مادر و پدر احسان نمایید. چیزی که در قرآن مطرح شده قضیه احسان است به مادر یا پدر. چرا الله تبارک و تعالی مسئله احسان مطرح کرده؟ چون احسان در اسلام عزیز حد و مرزی ندارد، وقت مشخص و زمان مشخصی ندارد. تمام آنچه در توان انسان هست، در هر سن و سالی از انسان، در هر وقتی که قدرت احسان انسان داشته باشد، باید احسان بکند. به ما نمی توانیم به آن چیزی را که خداوند دستور داده و آن جایگاه و عظمتی که الله برای مادر انتخاب کرده، حقش را به طور درست انجام بدهید. اگر نگاهی بیندازید در زمان امیرالمؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، شخص مادرش را از مسیر دور در آغوشش گرفته بود، در روی شانهاش آمد وارد مکی مکرمه شد. در وقت طواف، در حال طواف می کرد که مادر در پشتش بود، یعنی مادر در روی شانهاش قرار داشت. وقت هفت گردش دور خانه خدا طواف می کند، بعد از طواف می آید پیش امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، در حالی که مادر در آغوشش هست، سوال می کند: یا امیر المؤمنین، آیا من حق مادرم را ادا کردم؟ یعنی از مسیر طولانی این مادر را در پشت خود داشتم، آوردم در مکی مکرمه، طواف در حال انجام دادم که مادرم در روی شانهایم هست، آیا من حق ای را انجام دادم؟ هنوز یعنی مأخوذم در پیشگاه خداوند نسبت به حقین؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نگاهی کردن بر چهره این فرد، فرمودن: وقتی که میخوابی چی میکنی مادرتان را؟ گفت: مادرم را در زمین میگذارم. گفت: وقتی غذا میخوری چی کار میکنی با مادرت؟ گفت: مادرم را میگذارم روی زمین، بعد غذا میخورم. گفت: وقتی میخوابی چی میکنی؟ گفت: مادرم را میگذارم، بعد میخوابم. الله الله. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه با خشم آمدن، فرمود: برو ای انسان نادان، اگر در طول عمرم این مادر در روی شانه هایت باشه و هیچگاه او را در زمین نگذاری، باز هم نمیتوانی حق رنج و زحماتی را که مادر در وقت تولدت دید، اون حقش را ادا بکنی. تو که وقت قضا میخوری مادر را میگذاری، ولی مادر 9 ماه تو را در آغوش داشت که یک لحظه در زمین نگذاشت. مادر در حالت خواب تو را در زمین نمیگذاشت، در آغوش مادر بودی در همه حالات زندگی.
یعنی از این معلوم میشه انسان عاجز است، نمیتوانیم طور کما حقه و حق این مادر و پدر را ادا بکنیم. و الله تبارک و تعالی در سوره لقمان چنین رنج و زحمات مادر را به تصویر میکشد. و همچنان یکی از قضایایی که الله هم وصیت کرده هم فیصله کرده خداوند همین قضیه پدر و مادر هست. و وصینا الانسان بوالدیه، ما انسان رو وصیت کردیم، توصیه کردیم نسبت به پدر و مادرش، بالخصوص نسبت به مادرش. حملت امه وهنا على وهن و فصاله فی عامین یعنی اشکر لی و لوالدیک. چقدر رنج و مشقت دیدن این مادر و پدر، بالخصوص مادر. چقدر سختی های را متحمل شد مادر. و امروز توی فرزند در برابر این مادر چی میکن؟ و در جای دیگر الله میگه حمله و فصاله کرها، مادری که با مشقت و خاری تو انسان حمل کرد، مادری که با مشقت و زحمت تو را وضع حمل کرد و دنیا آورد، مادری که با مشقت کامل 2 سال کامل به تو شیر داد، به اول لحاظ است که در برابرش مسئول هستی. باید رنج مادر رو تحمل بکنی، حرف مادر رو قبول بکنی، نصیحت مادر رو گوش بکنی، دعای مادر رو طلب بکنی، شکر این سرمایه بزرگ را به جا بیاوری. بزرگترین سرمایه است در حیات انسان، سرمایه معنوی پدر و مادر هست، که حتی الله تبارک و تعالی میگه کسی شکر من الله را به جا آورده که شکر مادرش را به جا آورده، از مادرش تشکر کرده باشد، از پدرش تشکر کرده باشد. یعنی اگر تا زمانی که احسان والدین انجام ندهید، قدر پدر و مادر را ندانید، شکر در برابر این نعمت بزرگ الهی نکنید، شکر الله را که هرگز نمیتوانید بکنید. یعنی وقت مادر این همه زحمت برایت کشیده، نتوانی شکر این مادر را به جا بیاوری، چگونه شکر الله را به جا بیاوری؟ چقدر عجیب است این دین. و قضا ربک الا تعبدوا، پروردگارت قضاوت کرده و فیصله کرده. و وصینا الانسان بوالدیه، پروردگارت وصیت کرده انسان در برابر پدر و مادرش به احسان. ان اشکر لی و لوالدیک، شکر من الله را به جا نیاوردید تا زمانی که شکر مادر و پدر را به جا نیاورید. زمان من الله از شما راضیم که پدر و مادر راضی باشد. زمان احسان کردید به پدر و مادر که طبق چوکات و برنامه دین حرکت کرده باشید در برابر اونها. چقدر مهم است این قضیه. سرمایه هست. یادم آمد از داستان زیبا و پنداموز، چقدر ارزش این پدر و مادر والا هست. در زمان عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، پسر کاکای پیامبر صلی الله علیه و سلم، این قضیه را دقت بکنید، این داستان رو ببینید از این چی بدر می شود، چی فایده ای دارد. یعنی پدر و مادر سرمایه ای هستند برای انسان. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند بهشت زیر قدم های مادر هست، از این مادرت استفاده بکنید، دعایش بگیرید در حقتان، از این سرمایه بزرگ تقاضا بکنید. یگانه دعایی که برگشت ندارد قطعا دعای مادر هست در حق اولاد. اگر هر قدر گناه کردی، جرم کردی، روسیاهی کردی، معصیت کردی، که انسان بدون معصیت نیست، از مادر توقع کن که مادر عزیزم در وقت نماز در حقم دعا کن، پدر موسفید در حقم دعا کن،
وقتی پدر و مادر دعا بکنند در حق اولاد، گناه انسان اگر اندازی کوه هم باشد الله میبخشد. در زمان عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه، شخص آمد پیش عبدالله ابن عباس، فرمود: ای پسر کاکای رسول خدا صلی الله علیه و سلم و ای مفسر قرآن، من با زن عاشق بودم، به اصطلاح امروزی جوانان ما، دختران و پسران امروزی، به حد عشقم بر من غلبه کرد، وقت خواستگاری کردم این دختر رو به من ندادن و دیگه کسی آمد خواستگاری کرد، میخواستن این دختر رو با اون بدن، به حد نفس و شهوت و شیطان بر من غلبه کرد که گفتم هرگز اجازه نمیدم وقت این دختر رو به من ندن، به دیگه کس هم نباید داده شود، و در نتیجه این دختر رو کشتم. خون ناحق، خون این دختر مسلمان و با عزت و با عفت، و این دختر جوان ریختاندم بر زمین. حالا هر لحظه وجدانم مرا تهدید میکند، چه جرم و جنایتی انجام دادی؟ چیزی که امروز شما در جامعه بشری در قرن 21 میبینید، حتی در اون دوران 1400 سال پیش و امروز هم شما میبینید، گاه وقتی میشنوید پسر دختری را به قتل رسان به خاطری که ازش خواستگاری کرد ندادن برش، یا دختر راضی نشد. چقدر جهالت و ظلم. گفت: من این دختر را کشتم، حالا وجدانم مرا آرام نمیگذارد، راهی برای بخشش این گناه و جبران این گناه برایم نشان بده. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه نگاهی کردند بر چهره این مرد، فرمودند: آیا پدر و مادر زنده هست؟ گفت: نه خیر، زنده نیست. گفت: برگرد برو استغفار کن، از خداوند آمرزش بخواه، امید است که الله تو را مورد عفو و بخشش قرار بدهد. وقتی این فرد حرکت میکند از جا، دیگه صحابه‌ای که اونجا حضور دارن از ابن عباس سوال میکنن: ای پسر کاکای رسول خدا صلی الله علیه و سلم، این فرد از شما در مورد گناهی که کرده بود سوال کرد، راهی بخششی برای گناهش جستجو میکرد، و شما از مادرش سوال کردید. اینجا بود که ابن عباس فرمود: قسم به ذاتی که محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بر رسالت مبعوث کرده، هیچ گناهی نمی بینم مگر اینکه به دعای مادر و اشک مادر الله او را معاف می کند، بخشش می کند خداوند. پس چقدر جایگاه این مادر و پدر بزرگ است، چقدر ارزش این والا هست. آیا شده خواهر عزیزم، برادر عزیزم، که همیش مرتکب گناه می شویم، انسان خطاکار هست، تمام فرزندان آدم مرتکب گناه می شوند، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطاؤن التبابون، همه فرزندان آدم مرتکب خطا می شوند. شده از مادر تقاضا بکنی که مادر عزیزم، در همه ابعاد زندگی، در همه ابعاد زندگی، از مادر تقاضای دعا بکنی که مادر دعا بکن کارم درست بشه، برونق بیفته، مادر عزیز دعا کن خداوند گناهانم را مورد معاف قرار بده، مادرم دعا بکن تا در راستای درس و تعلیم و تعلم موفق بشم، در همه جا تقاضای دعا ازش. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرمایند دعای سه کس برگشت ندارد، یعنی دعای سه کس در امت پیامبر صلی الله علیه و سلم قابل قبول است در هر عصر و زمان، در هر وقتی که باشد. یک، دعای مسافر تا وقتی که در سفر هست، وقتی سفر میکنید در سفر دعا بکنید الله زود قبول میکنه، ولی متاسفانه امروز وقت ما مسافر میشویم از یاد خدا غافل میشویم. دعای مظلوم، وقتی که مظلوم قرار میگیره ظالم در حقش ظلم میکند، دعای مظلوم برگشتی ندارد. به همون لحاظ پیامبر صلی الله علیه وسلم برای صحابش توصیه میکرد: اتقوا دعوت المظلوم،
از دعوت مظلوم بترسید، از دعای مظلوم خودتان رو دور نگاه بکنید. چرا بین مظلوم و بین خداوند هیچ پرده‌ای وجود ندارد؟ اگر مظلومی دست بلند بکند، الله قبول میکند. سوم، دعای مادر و پدر در حق اولاد. به همون لحاظ است که رسول الله صلی الله علیه و سلم پدران و مادران ممنوع قرار داد از نفرین کردن و دعای بد نمودن در حق اولادشان. حق ندارید نفرین بکنید در حق فرزندان، مبادا با اجابت در تصادم قرار بگیرد، باز فردا خودت گریان بکنی و فریاد بزنی. بنان از مادران تقاضای دعا بکنید و مادران هم بدون تقاضای اولاد باید در حق فرزندانشان دعا بکنن، برای رشد کارشان، برای موفق شدنشان، برای درس و تعلیمشان، برای ازدواجشان، برای زندگی خوبشان، در همه ابعاد زندگیشان باید دعا بکنن در حقشان، که حتی خداوند ایره در مقابل قرار داده، مثل که پدر و مادر مکلفن در حق اولاد دعا بکنن و برعکس این قضیه اولادم مکلف در حق پدر و مادر دعای خیر بکنن. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم صدقه جاریه را معرفی میکند، میگه یکی از نوع بزرگ صدقه جاریه اولاد است که در حق پدر و مادر اولاد صالح که دعا بکنن. یکی از جوانان وقتی یکی از بزرگان دین سوال میکنه، میگه شرط برای صالح شدن چیست؟ با یک جمله زیبا جواب میده، میگه اگر همیش در حق پدر و مادر دعا کردی فرزند صالح هستی. یعنی از کجا بدانید فرزندان من صالحن؟ هر فرزندی که در حق مادر و پدرش دعا میکند، پنج وقت نماز میخوانه دعا میکنه، این اولاد صالح است. نظر و تعبیر پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از فوت اونها در حقش، حتی الله به ما دعا نشان داده در کتابش مخصوص در حق پدر و مادر، رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، پروردگار بر اینها رحم کن، بر این پدر و مادرم چنانچه که اونها رحم کردن بر ما در حالی که ما طفل بودیم. این دعایی است که الله برای ما نشان داده که در حق پدر و مادر باید دعا بکنیم. بنابراین جایگاه و حقوق پدر و مادر در اسلام خیلی زیاد هست، به جایی است که حتی الله وصیت کرده، الله قضاوت کرده، اطاعت از والدین، خدمت به والدین، حتی طریقه حرف زدن در برابر والدین و قرآن تخصیص قرار داده، گرچه که شیوه حرف زدن وقت قرآن بیان میکنه با طریقهای مختلف در برابر هر فردی باید طبق برداشتش صحبت بشود. آیات زیادی داریم که الله تبارک و تعالی صحبت کردن برای بندگانش نشان میده، قولا کریما، قولا معروفا، قولا بلیغا، قولا لینا، در برابر پدر و مادر میگه و قل لهما قولا کریما، سخنی با کرامت، بسیار با اعتدال، نه صدایت بالا باشه نه پایین، فریاد نزنی در برابر اونها. بنابراین اطاعت از والدین، دعا در حق والدین، صحبت خوب کردن با والدین، حتی لبخند دادن پدر و مادر از جمله عبادات است، خوشحال کردن پدر و مادر از جمله عبادات هست. و در یک قضیه الله تبارک و تعالی میگه حق ندارید از مادر و پدر اطاعت بکنید. اگر تلاش کردن پدر و مادر شما را بر گناه سوق بدن، فلا تطیعهما، اطاعت نکنید. و در غیر اون دیگه در تمام عرصه‌های زندگی فرزند مکلف از مادرش اطاعت بکن، از پدرش اطاعت بکن. این هست جایگاه و اهمیت مادر در اسلام عزیز. در اسلام یک روز نیست که تنها با یک دسته گل مادر را استقبال بکنی، بلکه همیش با لبخند، با پینک آواز، با تواضع، با احسان، با خدمت، با اطاعت باید از مادر استقبال بکنی. تا درس آینده که در خدمت شما قرار میگیریم، همه شما رو به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.